خب من خیلی میبینم که در بین علاقمندان به موسیقی ایران این سوال مطرح میشه که فلان آهنگ تو چه دستگاهی است یا تو چه آوازی است، یا یک سری به شکل معکوس چه یک مجموعه ای از آهنگ هایی که در مثلا آواز افشاری هستن چیه. این سوال خب از یک جهت برای عامه مردم شاید چندان مهم نباشه. وقتی که من یه موسیقی رو گوش میدم و خب لذت میبرم، چه برای من به شخصه چه اهمیتی داره که این توی شور نوشته شده یا تو همایون نوشته شده؟ ولی برای کسانی که میخواهند موسیقی ایرانی رو به شکل جدی یاد بگیرن، طبیعتاً باید با این نمونه ها به عنوان رپرتوار موسیقی ایرانی آشنا باشن و خب طبیعتاً برن کنجکاوی کنن. این اسامی که من به شما خواهم گفت رو و سعی دارم میخواهم که هرکی به گونه‌ای باشه که به مرور زمان این ادامه پیدا کنه، این چیزی که الان دارم میگم به شما، چون خیلی تعدادش زیاد هست و اینها رو بریم پیدا کنن، حالا گوش بدن، کنجکاوی کنن، خودشون بنوازن اگه نوازنده هستن و به واسطه همین رپرتوار موسیقی ایرانی خود اصلا گسترش پیدا میکنه وقتی این قطعات معرفی میشه. برای این کار روشی که من پیشنهاد میدم این هستش که شما به کانال تلگرام من مراجعه کنید، کانال شناخت موسیقی که مشاهده میکنید. من لینکش رو توی همه ویدیوهایی که تو یوتیوب میذارم، لینک اینم میذارم به راحتی، اگه سرچ کنید به نظرم میتونید پیدا بکنید، پابلیک دیگه. و در اینجا یه چیزی رو من اینجا پین کردم، یک پستی رو پین کردم، اگه کلیک کنید روش میرید به مجموعه همه دوره‌هایی که من در موسیقی تهیه کردم، از تئوری بنیادی موسیقی تا به ترتیب نوشتم اینجا. این پایینش یک مجموعه از نمونه‌های موسیقی هست که موسیقی فیلم و سریال رو که جدا بهش عرض کردم توی ویدیوی مربوط خودش، موسیقی کلاسیک برای دوستانی که موسیقی کلاسیک علاقه من هستم، سعی کردم بر اساس دوره کلاسیک، رومانتیک، دوره پست مدرن اینها رو دسته‌بندی کنم. و موسیقی نمونه های موسیقی ایرانی مد نظرم هست که اینجا یک سری اینجا هست که من اینها رو به مرور زمان در حال تکمیل کردنش هستم. یک سری دیگری هم در داخل این دوره هایی که اینجا میبینید، موسیقی دستگاهی ایران اگر کلیک کنید فصل 4 یا دوره شماره 4، اینجا در لابلای ویدیوها من یک سری قطعاتی رو معرفی کردم. مثلا دستگاه این ویدیویی که میبینید، شناخت دستگاه موسیقی ایرانی از نگاهی متفاوت، که خیلی به من فیدبک های مثبتی از این اومده، این اگه کلیک کنی من توش دستگاه مختلف و همه رو در کنار هم گفتم و در انتهای هر دستگاه و هر آواز نمونه هایی از اون رو اجرا کردم. خود همین ویدیو از هر دستگاه آواز دو سه نمونه ضرب کنیم ببینید، چه 20 خورده ای تا فقط تو همین یه دونه ویدیو هست. جدای از این اگر بیاید پایین، اینجا من هر کدوم از دستگاه ها رو به شکل جداگانه تحلیلش رو ارائه دادم. مثلا دستگاه شور رو به واسطه دو تا قطعه آتشی زکاروان و گلپونه ها، خود هر کدوم از اینا که زوم کردم روش، یعنی خود قطعه رو نواختم، جزئیاتش رو اونجا ارائه دادم و اون مودش رو معرفی کردم اصطلاحاً، و روی پیانو هم کردم که خیلی راحت باشه. پیانو خیلی برای آموزش مناسب. مثلا دستگاه دیگه بریم پایین، شور آواز ابوعطا، مثلا بهار دلکش، که سگ هم قطعات معروفی هم باشه، البته توی حجاز دیگه، بیات ترک اندک اندک زیاده، خود این فکر کنم 20 تا اینجا باشه، حتی خب مشترک هم بینشون هست دیگه، 30 40 تا الان فکر کنم قطعه به همین شکل، خوشچین، مرغ سحر، زمن نگارم، این تو ماهور، بیاتا گل برفشانین، راست پنجگاه، اینا همه هست اینجا. یه راه همینه. یک راه دیگری هم که خب تو بحث فرم در موسیقی هم هست، یعنی اینجا نگاه کنی من تو فرم در موسیقی هم فرم های موسیقی کلاسیک رو معرفی کردم، هم فرم چارمزراب، فرم تصنیف، فرم های رنگ و آزاد، اینا دوتا فرم هستن. و برای پیش درآمد برای هر کدوم از اینا هم نمونه گفتم، این در لابلاش اگه گوش بدید، خود اینم مثلا اینجا اتفاقا تحلیل آوردم تو عنوان که پیش درآمد بیات ترک از ابوالحسن صبار اینجا آوردم، موسیقی تیتراژ امام علی، نمونه هایی که خلاصه معروف بود در اینجا آوردم. حتی در هارمونی هم این گونه است. هارمونی رو به پردر ببینید، اینجا یک سری قطعاتی رو من هارمونیزه کردم و موسیقی چند صدایی رو آموزش دادم، اینجا هم نمونه هایی رو شما میتونید پیدا بکنید. اما قسمت اصلی رو اگه مراجعه کنیم، موسیقی ایرانی هست که این چیزی که می‌بینید در حال تکمیل شدن هست. به خاطر همین گفتم که من به مرور زمان شما این تکمیل خواهد شد و میتونید به صورت تفکیک شده است. مثلا دستگاه شور رو می‌بینید، دو تا نمونه اینجا سعی کردم سعیم که اینجا میارم اون مواردی نباشند که در قسمت هایی که خودم تدریس کردم آوردم، تکراری نباش، این دوتا جدیده، مثلا این دوتا رو ما توی اون قسمت های قبلی نداشتیم. دستگاه شور، آواز ابوعطا، آواز بیات ترک، آواز افشاری، آواز دشتی، ماهور،
راست پن ناقص بعضی هاش، ولی به تدریج ان شاءالله اینو من کاملش خواهم کرد. شما اینو اگه با دنبال بکنید، حتی اینو به عنوان به صورت یک فایل اکسلی هم ان شاءالله تهیه میکنم، تو گوگل درایو میذارم و تو لینک تو اینتروداکشن و اینا لینکشو میذارم که حالا فعلا کمه، حالا به مرور زمان ان شاءالله بیشتر شد، یا میتونم تو وبسایت شخصی خودم قرار بدم که دیگه راحت تر دسترسی داشته باشید به این موارد. چهارگاه نوا مثلا دلیه دیگه، یعنی قطعاتی که خودم گوش میدم اونها رو اینجا قرار میدم. حالا مثلا الان پیش نیومده شاید جدیدا مثلا خیلی چیز چهارگاه مثلا نمیخاطرم این خاله، ولی خب راست پنجگاه دید مثلا هارمونیزه کردن راست پنجگاه رو برات یه نمونه اونجا داشتم، اون رو دیگه اینجا نیاوردم. دستگاه همایون، آواز اصفهان و آواز شوشتری به صورت خیلی دستبندی شده. یه جای دیگه هم توی این کانال میتونیم پیدا بکنیم، توی بحث تاریخ موسیقی است که من اینجا نگاه کنید تا در مورد تاریخ موسیقی یک سری مبانی مثلا آثار بتوون رو معرفی کردم، آثار موتسارت رو معرفی کردم، آثار شوپن، این برای موسیقی کلاسیک. و البته از پرویز مشکاتیان بزرگوار خدا رحمتش کنه 10 تا بیشتر بیش از 10 تا فکر کنم 15 تا اینا بهتر از ایشون رو اسمش آوردم اونجا، اثرهایی که از نظر من شاید منتخب بودن. اتفاقا تو کامنت ها هم بعد دو تا قطعه دیگر رو معرفی کردن عزیزانی که دیده بودن ویدیو رو. خود همین کامنت این ویدیو و کامنت این ویدیوهای دیگری که محمد رضا لطفی رو مشاهده میکنید اینجا هست، خود اینا هم میتونه کمک بکنه برای اینکه این قطعات رو پیدا بکنید. و اتفاقا من دقیقا یادم هست که اینها رو اشاره کردم هر کدوم تو چه دستگاهی هستن، یعنی فقط صرفا خود قطعه نبوده و دستگاهش. تقریبا تا الان فکر میکنم نزدیک 50 تا 60 تا قطعه موسیقی ایران فقط من معرفی کرده باشم به شکل‌های مختلف، ولی قسمت اصلی همونجوری گفتم توی اینجا هست. حالا اگه موسیقی فیلم و سریال علاقه من بودید، موسیقی کلا اینا هم هست، اینا همه موسیقی های پاک و تمیزی هستن که موسیقی های متعالی هستن و من حالا با سلیقه منم طبیعتا جور بوده که من اینجا آوردم دیگه. و اگر شما هم نظری داشتید موسیقی زیبایی و البته همراه با اینکه در چه دستگاهی هست، اینو حتما در کامنت ها با من به اشتراک بذارید که خود اون کامنت ها هم در کنار این میتونه یک گنجینه‌ای باشه از مجموعه رپرتوار موسیقی ایران که اگه کسی خواست مثلا توی دشتی 20 آهنگ پیدا کنه ان شاءالله تا یک دو سال آینده خیلی کامل میشه. به راحتی میتونه مراجعه به این تیکه‌ای که اینجا میام اون فایل اکسلی که گفتم به این قضیه برسه.